که این اتفاق افتاد جلسه داشتیم. به فاصله 5 دقیقه که از جلسه ما بیرون اومدیم، من به سمت دفتر خودم رفتم، برگشتم یهو دیدم این اتفاق افتاد. حاج حسین به سایر دوستان داخل دفتر بودن. یکی از خبرهای بسیار تأسف‌بار و ناراحت کننده که توی چند ماه اخیر توی ایران اتفاق افتاده، حادثه فجیع ساختمان متروپول شهر آبادانه. ساختمانی که قبل از اینکه به صورت کامل افتتاح بشه فرو ریخت و تعداد زیادی از هموطنهای عزیز آبادانی رو به کام مرگ فرستاد. من علی قهرمانی هستم، میزبان شما امروز با بررسی قتل مجید عبدالباقی. با من همراه باشید تا جزئیات این حادثه رو که تا به این لحظه تونستم جمع‌آوری و مرتب کنم رو با شما بررسی کنم. خب، گذشته از این که حادثه فجیع ساختمان متروپول چقدر ناراحت کننده و فاجعه آمیز بود، حاشیه های زیادی به وجود اومد در مورد اینکه این ساختمان که توی یکی از شلوغ‌ترین و مهمترین نقطه های شهر آبادان واقع شده چطور مجوز گرفته بود و کدوم یکی از مسئولین و یا ارگان ها توش دخالت داشتن. مهمترین حاشیه این اتفاق یک روز بعد از خود فاجعه بود، یعنی در حالی که رسانه ها خبر دستگیر شدن مالک ساختمان یعنی حسین عبدالباقی رو منتشر کرده بودن، فردای اون روز به صورت رسمی اعلام شد که هر کس که گفته حسین دستگیر شده اشتباه کرده، چون اون خودش جزء کشته شده های این حادثه بود و جسدش هم از زیر آوار در اومده. خب، همین خبر کافی بود تا عده ای از مردم بگن که کاسه زیر نیم کاسه است و احتمالا دوستان حسین عبدالباقی با رشوه و پارتی بازی تونستن اون رو از محلکه محاکمه و مجازات در بیارن و فراریش بدن. و دقیقا توی همون اوضاع شایعاتی هم از فامیل بودن حسین آقا با بعضی از گردن کلفتای سیاسی وجود داشت و حتی فیلمی از شخصی ناشناس توی دبی گرفته شده بود که ادعا می شد اون شخص حسین عبدالباقی بوده و برای امنیت جانش به خارج از کشور فرستاده بودنش. بعد چون اینم عبدالباقی دبی الان. روزی دیگه بعد. چون این عبدالباقی دبی الان سمت خور داره میره. خلاصه چند ماهی گذشت و درست زمانی که مقداری اوضاع آروم‌تر شد، ناگهان همین دیروز روز اول مرداد سال 1401 یک خبر عجیب و غریب توجه همه رو دوباره به سمت آبادان و ساختمان متروپول و عبدالباقی ها کشوند. اما این بار نه به خاطر حسین عبدالباقی، بلکه به خاطر برادرش مجید عبدالباقی. خب، در حقیقت برادران حسین از همون ابتدا بعد از انتشار خبر مرگ برادرشون سوژه گزارش های صدا و سیما شده بودن. اونا حتی توی یکی از همین گزارش ها در حالی که کشوی سردخونه باز بود و توش یک جسد وجود داشت، جلوی دوربین تلویزیون حاضر شدن و شروع به گریه کردن و گفتن که اون جسد متعلق به برادرشون حسین هست و اونا عزادار شدن. اما خب درست بعد از پخش همون برنامه شکل گریه زاری و عزاداری یکی از همون برادرها که فکر کنم اسمش حمید هست توجه خیلی ها رو توی فضای مجازی به خودش جلب کرد. قسمتی کوتاه از این گزارش هنوز وجود داره که با هم ببینیم. عرض تسلیت به تمامی شهروندان آبادان، خرمشهر، مینوشهر و خانواده بازماندگان. ما هم داغدار شدیم، برادرمون حسین را از دست دادیم. حمیدم برادر بزرگتر حسین اومدم جسد عقبی ما رایت کردم، اونم از بینمون رفت مثل خیلی های دیگه. در روز حادثه که این اتفاق افتاد جلسه داشتیم. به فاصله 5 دقیقه که از جلسه ما بیرون اومدیم، من به سمت دفتر خودم رفتم، برگشتم یهو دیدم این اتفاق افتاد. حاج حسین به سایر دوستان داخل دفتر بودن و واقعا این اتفاق ناگوار پیش اومد. خیلی ها معتقد بودن این برادر حسین به شکلی عجیب و غریب و باور نکردنی گریه میکرد و انگار که سعی داشت از اون طریق گمان زنی های مرگ برادرش رو تقویت کنه. روز اول مرداد بعد از حادثه تیراندازی خیلی از رسانه ها سریع
هول‌هولکی به اشتباه تصویر همین برادر رو به نام مجید منتشر کردن، در حالی که این شخص توی همون گزارش خودش رو حمید معرفی کرده بود. حمیدم برادر بزرگتر حسین. اما خب گویا که تصویری که تا به امروز به عنوان تصویر درست مجید منتشر شده این تصویره. به هر حال هرچی که بود، این بار خانواده عبدالباقی واقعا عزادار شدن. ساعت 2 بعد از ظهر روز شنبه اول مرداد، وقتی مجید سوار بر ماشین خودش وارد پارکینگ ساختمان مسکونی که توش ساکن بودن میشه، توسط اشخاص ناشناسی مورد تیراندازی قرار گرفت و به شدت مجروح شد. بلافاصله بعد از اینکه صدای تیراندازی توی محوطه ساختمان پیچید، چند نفری از اهالی محل و ساکنین همون ساختمان وارد پارکینگ شدن و اونجا با پیکر غرق در خون مجید مواجه شدند. اما اثری از زاربی نبود و مشخص نبود که اون توسط چه کسانی مورد هدف قرار گرفته بود. به هر صورت مردم محلی به سرعت با پلیس و اورژانس تماس گرفتند تا بلکه جون مجید رو نجات بدن. اینطور که رسانه‌ها گزارش داده بودن، موقعی که مامورهای اورژانس به محل حادثه رسیدن، مجید هنوز زنده بود. برای همین اونا با شتاب اون رو به مرکز درمانی منتقل کردند. دوربین‌های مداربسته ساختمون هم توی بهترین وضعیت از لحظه رخ دادن حادثه فیلمبرداری کرده بودن. زمانی که مجید با ماشینش وارد پارکینگ میشه، درست چند ثانیه بعد بلا فاصله پشت سرش یک ماشین سفید رنگ جلوی ورودی پارکینگ ترمز میکنه. اول از همه یک نفر که صورت خودش رو پوشونده بود و یک قبضه سلاح کلاشینکوف توی دستش بود، از در عقب همون ماشین پیاده میشه و درست وقتی که عبدالباقی توی پارکینگ از ماشین خودش پیاده شده بود، یک نفر با کلت کمری از داخل ماشین مهاجمین شروع به تیراندازی کرده بود و بعد از حرکت ماشین یک نفر دیگرشون که تفنگ کلاشینکوف در دست داشت، برای اطمینان از اینکه مجید دیگه زنده نمیمونه، او رو به رگبار گلوله بسته بود. تمام این اتفاقها در عرض چند ثانیه رخ داد و مهاجمین بعد از تیراندازی با سرعت از محل حادثه متواری شدن و دیگه هیچ کس اونا رو پیدا نکرد. اگرچه شماره پلاک ماشین مهاجمین به راحتی شناسایی شد، اما میشه حد زد که اون خودرو دزدی بوده و از اونجایی هم که چهره قاتلان توی فیلم چندان مشخص نیست، پلیس کار سختی رو برای شناسایی اونا در پی داره. به هر حال بعد از رخ دادن این حادثه، خبر این حمله، خبر حمله به مجید عبدالباقی با سرعت حیرت آوری اول توی شهر آبادان و بعد هم توی کل کشور پیچید. مسئولین هم خیلی سریع توی همون ساعت‌های اولیه خبر حمله رو تایید کردن، اما خب در مورد زنده موندن و یا نموندن مجید نظرهای ضد و نقیضی وجود داشت. بعضی از مسئولین میگفتن که تلاش برای زنده نگه داشتن اون ادامه داره و بعضی دیگه میگفتن که اون به محض رسیدن به مرکز درمانی از دنیا رفته بوده. ولی در نهایت بعد از 2 ساعت خبرهای متناقض، بالاخره به صورت رسمی اعلام شد که مجید عبدالباقی، برادر حسین عبدالباقی، مالک ساختمان متروپول توی آبادان، با وجود تلاش‌های کادر درمان در اثر شدت جراحات برخورد گلوله به بدنش از دنیا رفت. توجه داشته باشید که همین الان که دارم این برنامه ویژه رو برای شما عزیزان آماده می‌کنم، هنوز یک روز کامل از این قتل مهم و عجیب نگذشته و هنوز سوالات زیادی در مورد چگونگیش وجود داره. مسئولین نیروی انتظامی هم قول دادن که هرچه زودتر تحقیقات خودشون رو برای پیدا کردن قاتلان به نتیجه برسونن. جالب اینه که توی همین چند ساعت توی بعضی از کانال‌ها و صفحات در شبکه‌های اجتماعی شایعه‌های زیادی در رابطه با ارتباط داشتن این قتل با پشت پرده ساخت ساختمان متروپول در حال پخش شدن هست که اصلاً معلوم نیست منبعشون کجاست و ما فقط باید منتظر بمونیم و ببینیم که فرجام این پرونده پیچیده چی میشه. به هر حال اگر اطلاعات دقیق تر و مهمی در مورد این اتفاق منتشر شد، حتما دوباره در موردش صحبت میکنیم. مرسی عزیزان که امروز هم تا انتها با من همراه بودید. مراقب خودتون باشید. تا یک پرونده جنایی دیگر، بدرود.